سلام به همه شما دوستای عزیزم، موج مارشال هستم و با یه ویدئوی فوق العاده جذاب در خدمت شما. تو قسمت کامنت ها دوستای عزیزم از من خواسته بودن که روش تیم کردن دایناسور گیگا رو به روش مارشالی بهتون یاد بدم. از اونجایی که من روش های تیم کردنم رو داخل گینس ثبت کردم، اومدم ازش رونمایی کنم و روش تیم کردن دایناسور گیگا رو با ساده ترین وسایل و راحت ترین حالت ممکن بهتون یاد بدم. آقا نیازی به وسایل آنچنانی و قفسهای آنچنانی نیست. نیاز به توپ، آرپیچی و این چیزا نیست. نیاز به تفنگ و تیر بیهوشی آنچنانی نیست. با یک کراسبو هم میتونید خیلی راحت تیم کنید. امروز روش این رو بهتون یاد میدم. خیلی راحت همتون میتونید این دایناسور رو تیم کنید دوستان. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو و روش تیم کردن این دایناسور، ازتون میخوام که اگه کامنت های این ویدیو از 500 تا بیشتر بشه، تو ویدیوهای بعدی میرم تو زیر دریا و تک تک دایناسورهای داخل آب رو تیم میکنم به روش مارشالی، کاربردهاشو بهتون میگم و پرونده دایناسورهای داخل آب رو با همدیگه میبندیم. پس قول و قراری بین من و شما، کامنت های این ویدیو به 500 تا برسه، من سراغ دایناسورهای آب میرم و تک تکشون رو به روش مارشالی به شما یاد میدم. چون من تنها انتظاری که از شما دارم و تنها حمایتی که از شما میخوام اینه که ویدیوهای من رو ببینید، چون واقعا براشون زحمت دارم میکشم و کامنت برام بذارید. نفری 3 تا 4 تا کامنت بذارید خیلی راحت به اون 500 تا میرسه. پس اینو از شما عاجزانه میخوام. حالا بریم بهتون بگم که این دایناسور کجا اسپان میشه و روش تیم کردنش چجوریه. در مورد اسپان شدن این دایناسور اینه که کلا تو نواحی اطراف کوه پیدا میشه. پس شما باید با یه پرنده مثل آرجن یا تاپهارا برین اطراف کوه ها رو بگردین و وقتی که گشتین ببینین که دایناسورش کجا هست. بعد هر جا که هست اول محیط دورورش رو، دایناسورهای دورورش رو میکشین، بعد این روش قفسی که من بهتون یاد میدم رو پیاده میکنین و خیلی راحت میتونین دایناسور رو از بین ببرین. فقط باید کراسبو چند تا داشته باشین، چون میشکنه دهین تیر زدن، چون انقدر تیر باید بهش بزنین که بیهوش بشه. پس کراسپو باید چند تا داشته باشین، تیر بیهوشی باید حداقل 300-400 تا همراه خودتون داشته باشین، نارکوتیک حداقل باید 300-400 تا همراهتون داشته باشین و گوش به مقدار لازم. پس این چیزایی که گفتم رعایت کنین، کامنت هم به 500 تا برسه، دستتون درد نکنه. پس بریم سراغ گیم پلی امروزمون تا با روش مارشالی شما رو شگفت زده کنم بچه‌ها. پس بزن بریم. کنار این کوهی که بغل مقرمون بود، یعنی دومین کوهی که رفتیم، همه چی داریم پیدا میکنیم. هم رکس داریم پیدا میکنیم بچه ها، هم گیگا، درسته؟ بیایم سریع قفسشو بسازیم. ساخت قفسشو بچه ها نگاه کنید، به صورت وی، خب پندامون بگیم بشینه. پس بچه نها کنیم به صورت وی درست کردم. یه تلیخ چی هم میذارم اینجا، تلیخ خرس. حالا بذارین نگاه کنیم بچه ها، بذارین پرندمونو ببرم این بدتر. خب تیرمونو آماده کنیم. حالا وقتشی که به دایناسورمون تیر اندازی کنیم بچه، که اگرسیب بشه بیاد سمت ما. خب اومد بچه، نگاه کنید پرندمون هم سریع پسیو میکنیم، فاصله میگیریم تا این بیاد داخل این تله گیری کنه. به همین سادگی و به همین خوشمزدگی. خب گیر کرد.
سریع باید بیاین. سریع بچه نکنیم، خیلی راحت گیر کرد، خیلی راحت. حالا وقتشه که ما تیر اندازی کنیم. تیر فقط زیاد همراه خودم نگرفتم. روشش هم که دیدیم بچه ها، دو تا یعنی دو چهار شش تا کلان دروازه فلزی یه دونه. خب بذار من تیرم هم سریع چی کنم، تیرم به تمام میشه. خب سریع برم تیر بگیرم از اینجا، تیر کم دارم. خب آه سنگین شدم حالا. اوکی حالا به این گیگای بچه راحت تیر میزنید، خیلی راحت. این اگریسیف شده روی این قفس ها، از اونجا که نمیتونه فلز نابود کنه این راحت ما به بدترین نقاط خصوصیش تیر میزنیم تا تیم بشه، تا ادب بشه. خیلی هم خوش رنگی بچه بگم به کلش ضربه بزنیم. اول اصلا باید منطقه رو ایمن کنیم. خب ما آرژن هم همراه بود، این منطقه هم که اومدیم زیاد دایناسوری نبود، قبلش این رکس ها و با زرکس و با این گیگای همه منطقه رو خالی کرده بودن. خب حالا اینقدر بهش تیر میزنیم. فاصله بگیریم، خیلی وحشیه. ممکن تیر زدن بهش خیلی طول بکشه. خب من اینجا ویدیو رو یکم سرعتش بیشتر میکنم، به محض که دایناسور افتاد ادامه ویدیو رو میگیرم بچه. خب دوستای عزیزم، دایناسور به همین راحتی تیم شد. فکر کنم هلوش 92 تا بهش تیر زدم. خب ما سریع میرم از توی آرژنمون. خب فقط یه مشکلی داریم، ما گوشت خام همراه خودمون نیاوردیم. الان سریع تهیهش میکنه. فقط باید این دایناسور آف سنگیرم شده. خب 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 اینو به خوردش میدیم بچه ها. تو این فاصله که این بخواد به هوش بیاد ما میریم سریع یه مقدار گوشت جمع میکنیم. بریم دور و بر چه دایناسوری هست. البته این رکسه اینا رو جارو زدن. خب بریم سریع همین آرژینا رو از بین میبریم. Thank you.
خب دوستان عزیزم، به اندازه کافی گوشت فعلا گرفتیم، سریع میریم به خورد دایناسورمون و گیگامون هم خیلی راحت داره تیم میشه. بچه ها روش ساخت قفسش هم که دیدیم بچه، زیاد سخت نیست اصلا، یعنی اصلا سخت نیست، روش مارشالیه. خب وضعیت تیم شدنش هم ببینیم، نکنین این داره تیم میشه. تو این فاصله من میرم یه مدار دیگه گوش و یه مدار دیگه نارکوبری بگیرم، ممکنه که تیم شدن این حداقل چند ساعت طول بکشه چون من کیبل نساختم. پس من اینجای ویدیو رو استوب میذارم، هر موقع دایناسور ما تیم شد ادامه ویدیو رو با هم دیگه میگیریم بچه ها. خب دوستای عزیزم، دایناسور گیگای ما تیم شد، لولش پایینه ولی بازم ایراد نداره. ما صدرش رو ساختیم، صدرش رو میذاریم داخل شکمش، میریم روش، خیلی هم با ابهته. خب تو این فاصله ما باید بیایم جلوش رو باز کنیم، یکی از همین رو خراب کنیم کافیه. خودم دبه شدم دیگه، تکون نمیتونم بخورم. خیلی راحت اومد پایین، به دایناسور آرژنمون میگیم بیا دنبالمون. ببینیم بچه ها، به همین سادگی و به همین خوشمزدگی ما تونستیم دایناسور رو تیم کنیم. ابهتش رو نگاه کنید. خب بریم داخل استاتهاش نگاه کنید، جونش که فوقلاده است، استامیناش خوبه، دمیجش فوقلاده است، تحمل حمله بالش عالیه و این دایناسور رو باید آپگرید کنیم، باهاش نبرد کنیم تا بتونه که بعدها ازش استفاده کنیم برای مبارزه با باسا. گفتم بهتون تو گیم پلی های آینده، تو همین سری گیم پلی های مپ ایسلند ما برنامه داریم که باس های داخل بازی رو شکست بدیم و مپ ایس پرونده مپ ایسلند رو ببندیم. فقط گفتم دوستای عزیزم، به حمایت شما دوستای عزیزم نیاز دارم، شما کامنت های شما، پیام های شما به من انرژی میده تا من گیم پلی ها رو راحت تر و بهتر بگیرم. روز اورتوس دعواش چقدر کوچیک بود بچه‌ها. بریم به سمت مقصد خودمون، بذار این دایناسورا رو بپوشیم. بی نظیره بچه ها. ببین گفتم بهتون روش تیم کردنش زیاد سخت نیست، نیازی به کار خیلی خاصی نداره، قفس خیلی خاصی نداره، فقط آموزش میخواست. آموزش رو من بهتون دادم، آموزش رو به روش مارشالی بهتون دادم، خیلی راحت میتونید شما کارتون رو پیش ببرید. به همین سمت میریم سمت بیس خودمون، یه مقدار دایناسور رو میکشیم و ویدیو رو تموم میکنیم بچه. فقط قبل از این برسیم به این منطقه، ببین نوع حمله هاشو بررسی کنیم. ببینید حمله اولش، ببینید گاز میگه دایناسور مقابلش رو، درسته؟ ببینم، بله گاز میگه. حمله دومش نهره میکشه، حمله شبیه رکس، دایناسور همه فرار کرده. خیلی عالی، بی نظیر، خیلی راحت همه رو میکشم. بریم این هم از بین ببریم، این دو لول بگیره، بعد میریم سمت جنگل رد بود. بریم این هم از بین ببریم، خیلی قویه بچه ها. حالا باز این لولش هنوز پایینه، اینجا میکنی لیول بگیر بچه ها، چه سگی جونه. خب این داره میره به سمت بیس خود، حالا نگاه کنید، خب او با حدش رو ببینید،
همینجور میره به منطقه پردرختی همش. با ضربه خودش بکنی درخت رو همه رو میندازه بچه، دقیقا یه گودزیلا برای خودش. یعنی در مقابل با رکس و اینا قابل قیاس نیست، فوق‌العاده است. خیلی راحت تونستیم که این دایناسور گیگار هم به تیم خودمون اضافه کنیم دوستان. روشش هم که دیدیم بچه ها، میاد این قسمت، میریم سمت رودخونه، اوربیت کنیم، یه روی مایی پسکالیار بکشم. نمیدونم بلوکر کچیتر چی هست بیخارم. خب دوستای عزیزم، روش تیم کردن دایناسور گیگا رو بهتون یاد دادم. مشخصات لازم در مورد صدلش، در مورد نوع کیبلش رو هم حین گیم پلی براتون داخل قسمت ادیت ها میذارم که آموزشمون کامل و کاملتر شه. با کمترین وسایل، با 6 تا دروازه فلزی، یه دونه تله خرس و کراسپو و تیر بیهوشی تونستیم این دایناسور رو بیهوش کنیم و تیمش کنیم و به تیم مارشالی خودمون اضافه کنیم. دست همتون درد نکنه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه نظری پیشنهادی دارین حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسین و برای دوستایی که اولین بار دارن ویدیو من رو تماشا میکنن، خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب کنن و به جمع دوستانه طرفداران بازی های سبک بقا و آرک ملحق بشن. قبل از خداحافظی بازم یادآوری میکنم دوستای عزیزم، کامنت های این ویدیو باید به 500 تا برسه تا من انرژی رفتن داخل آب و تیم کردن تمام دایناسورهای داخل آب رو پیدا کنم. از صمیم قلبم دوستتون دارم. جاتون تو قلب موج مارشاله.